درود رفقا، آرش آرتوشان هستم با جلسه پنجم آموزش صداسازی. بچه ها، من 7 جلسه مقدماتی براتون گذاشتم توی کانال یوتیوبم و 5 جلسه که امروز البته با این جلسه میشه 5 جلسه جداگانه برای تمرین. حتما اون 7 جلسه رو ببینید چون مشکلات صوتیتون رو برطرف میکنه، خیلی نکته ها توشه که سعی کردم مسیرتون رو براتون هموار کنه واسه آواز خوندن. و بعد بیاین سراغ این 5 جلسه که وارم اپ اولیه شما رو قرار تشکیل بده و از هجای بسته شروع میشه میره به هجای باز. امروز آخرین تمرین هجای بازمونه و دیگه از اینجا به بعد میریم سراغ تمرین خیلی باحال واسه گستره صوتی. این جلسه رو با دقت ببینید، حسابی تمرین کنید برای گرم کردن صداتون و برای درست آواز خوندنتون. پس چجوری ما میریم 11 جلسه قبلی رو پیدا میکنیم براتون توضیح بدم. میریم کانال یوتیوب رو سابسکرایب میکنیم. وقتی سابسکرایب کردیم، من پلیلیست دارم والا. توی پلیلیستم یه بخش دارم که آموزش گیتار 2021 نوشتم که آموزش گیتار جدیدمه که اونام همراهش آواز خوندن داره. یه بخش دیگهش همین آموزش های صداسازیه که 7 جلسه مقدماتی و 4 جلسه قبلی که با این میشه 5 جلسه. با اون 7 جلسه 12 جلسه. یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. من از 4 جلسه قبلی شروع میکنم، یه دوره میکنم براتون، میام میرسم به جلسه پنجم که بدونیم ما تو خونه قراره چیکار کنیم وقتی این 5 جلسه رو دیدیم، چون تکمیل میشه وارم اپ اون، وارم اپ هجا بسته به هجا بازمون. اول از همه با یک نوت، نوت دو شروع میکنیم، میزنیم خیلی راحت اینجوری و فقط هجای بسته، فید اون فید اوت، همونجوری که بهتون یاد دادم. یعنی چه جوری؟ یه نفس خوب میگیریم، وقتی که اینو زدیم میگیم down fade out. اوکی بچه‌ها، من چون حرف می‌زنم تا خودم بعد یادآوری کنم که خیلی سخته در این حرف زدن هجا بسته خوندن. خب همینجوری میرم جلو، دوباره ر می‌زنم، این دفعه دهنمو قشنگ فکم باز می‌کنم، یه بار دیگه نفس خوب، نفس شکمی می‌گیرم. بعد میرم نوت بعدی، همینجوری ادامه میدم. اول فقط هجا بسته است. خب سعی میکنم از این دوهای شروع کنم تا هر جایی که میتونم برم جلو و دوباره برگردم همین مسیر رو دونه دونه برسم به اینجا. وقتی هجای بستم به پایان رسید، یه ذره من توی تارای سوتیم توی حنجرم احساس گرمای خوبی دارم که احساس میکنم آماده شدم واسه اینکه یواش یواش این هجا رو بازش کنم. دوباره همون کار رو تکرار میکنم، خیلی ساده، دوباره همین رو میزنم، ولی این دفعه از هجای بسته و فیدامو شروع میکنم، هجامو باز میکنم. وقتی که رفتم و برگشتم، این میشه تمرین دوم وارم‌اپ ما. میزنم میگم رفتم بالا برگشتم پایین. ویبرو اینا ندارم، بعضی همون ناخودآگاهمون توی صدای آوازیمون بعضی هست، مثلا میگم یه ویبروی میندازم تو صداشون، نه اندازین صاف صاف و قوی، صداتون رو تو نبرین بچه ها، تو نیاد صدا بیرون. ببینید من میرم حالا نوت ری رو مثلا اجرا میکنم، میگم هر چقدر طولانی تر باشه آوازخون حرفه‌ای تر میشید. من چون دارم حرف میزنم اصلا نمیتونم اونقدر پر کنم دیافراگمو که یه طولانی شو براتون برم، ولی هر چی طولانی تر شما حرفه‌ای تر. خب گیریم که اینم گرفتیم. خب با آ رفتیم همینجوری ا، بچه‌ها یادتون نره یه بار میگیم حالا حالا، اینجاش خیلی مهمه بچه‌ها. میرسیم به نکته مهممون، حالا اصل وارم اپ ما اینجا شروع میشه تو هجای باز. برمیگره میگه چی؟ اول میگه یه بار با آ میریم تا اونجایی که میتونیم، برمیگردیم دونه دونه بچه‌ها، دو یه بار ر یه بار می، همینجوری دونه دونه میزنم میرم جلو، بعد دوباره برمیگردم یه عقب. یه بار با ا میرم همجوری میرم جلو. این دفعه رفتم که ببینید منظورم چیه. حالا ای میگم ایمون بچه خیلی ای نیست، ای انگلیسی. اوکی پس یادتون نره ای نمیگیم، میگیم میگیم اوکی. بعد میرم سراغ، میرم تا ته بر میگردم، دوباره تأکید میکنم با ای. حالا میرم سراغ او، دوباره هجاب اول هجاب بسته قشنگ فک باز او.
فکم رو دیدین؟ اول اینجوری بودا، بعد که اومدم شروع کردم خوندن اینجوری شد، او شد ای. یادتون باشه انگشتر یادتون میاد جلسه قبلی گفتم اینو که میزنه میگیم فید اون فید اوت. فقط من الان نفسم خوب نبود، دیدین شونام یه لحظه تکون خورد. این واسه که در حال صحبت کردم یادتون نره نفس های شما دیافراگمی شکم شکم حرکت میکنه، اینجا حرکت نمیکنه، اینجوری نمیشین، این حرکت میکنه. اوکی شکم. خب این از تمریناتی که تا الان داشتیم مرور کردیم. پس تا الان ما نزدیک 10 دقیقه یورو میتونیم وارم اپ کنیم با همین تمرینی که من الان گفتم، چون اینم قراره بریم جلو برگردیم. تا هر نوتی که تونستیم به خودمون فشار نمیاریم. تازه میتونین شیطونی هم بکنین، از این ورم میتونین برین عقب تر، مثلا دورو خوندی سیرم بخونید، مثلا بیان عقب، همجوری بیان عقب، لارم بخونید آروم، این ورم برین اون ورم برین، تا اونجایی که میتونین، تا اونجایی که فشار نمیاره. بعد از این یورو میای سراغ یه تمرین خفنی که میخوام توی ویدئوهای بعدی بهتون بگم. بریم ویدئوی بعدی. خب من یه تمرین بهتون دادم، امیدوارم که تمرین کرده باشین، مخصوصا با پیانو، چرا که من میخوام این نرم افزار باحالم براتون آموزش بدم که اگه پیانو تو خونه ندارین با نرم افزار این کارو انجام بدین. پس حتما حتما این تمرین رو حسابی انجام بدین که بگید به چه دردمون میخوره. بچا چه ا چه او چه ای چه آ چه او، همه اونایی که یاد دادم حالا بعد بیاین یه رو یا 10 دقیقه یه رو هر چقدر بیشتر بهتر بیاین وارم اپ اون رو ادامه بدیم با این حرکت. به این تمرین میگن تمرین 1-3-5. میگه چی؟ میگه اول یه هجای بسته میگیریم، میگیم و فید اوت میکنیم، میریم بعدی بعدی بریم بعدی فا آروم فید آوتش میکنیم، بریم بعدی سول آخریش دیگه باید لا باشه. من نمیگم خیلی تون ممکنه نتونین این روند این آخری رو برین، نتونستین فدای سرتون برگردین عقب، برگردین برین عقب. حالا همونو حالا این یکی دیدیم بچه ها، من اولش دونه هجا بسته میرم، حالا شما صورت من نمیبینید ولی من اول هجا بسته با فک باز شروع میکنم، میگم دوباره همینو برمیگرم عقب، دوباره برمیگرم. بچه ها باید طولانی تر باشه، من چون دارم درس میدم میخوام زود برم سراغ بعدی که همه رو برسم. بعد میگم تا اونجایی که میتونین نگهش دارین. بعدی و آخری. حالا بچه هایی که مثلا یه ذره صداشون بیسه، خب یه ذره باستوری هم میتونن بیان عقبتر، از این برد یه ذره تجاوز کنن، بیان جلو بگن بیان یکی لا، میتونی برو پایین، من دارم تموم میشم اینجا، من یه فای بچکلی دارم تولید میکنم. اما کسی که صداش بیسه اینجا انقدر خوشگله نوتا حتی میتونه عقبترم بره. این دیگه بچه ها دست خودتونه، خودتون باید صدای خودتون رو پیدا کنید. خب بچه ها فقط یادتون نره من الان فقط ا رو رفتم، ا رو برین، او رو برین، ای رو برین، تک تک قشنگ میرین جلو برمیگرین میایین عقب. خیلی تمرین مهمیه بچه ها این 1-3-5 و خیلی خوب این روند رو یاد بگیرید، اینجوری رو پیانو زدن رو یاد بگیرید. من براتون یه آموزش باحال میخوام بذارم جلسه بعدی در مورد یه اپلیکیشن بانمک که بتونین با اپلیکیشن این صدا رو در بیارین. اصلا پیانو تو خونه ندارین، با اپلیکیشن این کارو انجام بدین، ولی روی اونم باید خوشگل اینا رو یاد بگیرید بزنینشون. دمتون گرم، موفق باشین، حسابی تمرین کنید، میبینمتون.